2 بعد از ظهر تهران 6:30 بامداد اینجا در واشنگتن بیننده یک بخش خبری زنده هستید با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی 50 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و 21 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت احضار شدند. فضای امنیتی در پی سالگرد کشته شدگان خیزش انقلابی نیروهای امنیتی دست کم در 19 شهر مانع برگزاری مراسم شدند. در برخی شهرها با وجود تهدیدها خانواده‌های کشته شدگان بر مزار عزیزانشان حاضر شدند. واکنش ایالات متحده به حمله همراهان رئیسی به خبرنگار ایران اینترنشنال، دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران محکوم کرد. وزارت خارجه بایدن میگوید بررسی خواهد کرد. با دیدار اردوغان با نتانیاهو، اسرائیل و ترکیه آماده همکاری بیشتر می شوند. وقت شما بخیر. در پی اعتراضات گسترده دانشگاه‌ها در جریان خیزش انقلابی، حالا و همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، فضای امنیتی در دانشگاه‌ها تشدید شده. بر اساس گزارش‌ها، 50 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و 21 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت احضار شدند. روزنامه هم‌میهن به نقل از یک دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نوشته، در بازه زمانی مرداد تا شهریور بیش از 50 تن احضار شدند، اما شمار این احضارها می‌تواند بیش از این باشد. دبیر انجمن رویش دانشگاه علم و صنعت هم گفته علاوه بر احضار 21 دانشجو برای خوابگاه دختران کیت تشخیص چهره گذاشته شده و به تعداد دوربین‌های دانشگاه نیز افزوده شده است. همراه هستیم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین. خوش آمدید آقای مهرابی. هراس حکومت از دانشجویان و فعالیت‌های دانشجویی چیست که حکومت عزم خودش رو برای برخورد با دانشجویان اون هم در آستانه سال تحصیلی جدید جزم کرده؟ دلایل این بازداشت‌های گسترده رو از شما می‌شنویم. معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرده بود که یکی از مهمترین چالش یا در واقع دو چالش عمده در امسال بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس هست و همینطور انتخابات مجلس و قاعدتاً نهادهای امنیتی در این باره برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام دادن و همچنین درباره مدارس. بخشی از این برنامه‌ریزی‌ها به نوعی به تجهیز حراست‌ها مربوط میشه که در گزارش‌های افشا شده از برنامه‌ریزی قرارگاه سارالله سپاه پاسداران اعلام شده بود که در واقع این قرارگاه متولی امور دانشگاه شده و فرمانده سپاه پاسداران درخواست بودجه کرده بود برای تجهیزات گیت های حراست و همینطور دوربین ها. در واقع در تعدادی از این دانشگاه این تجهیزات امنیتی کامل شده. بخشیش مربوط به اجرای احکام کمیته های انضباطی دانشجویان بوده که تعدادی از اونها عملا تعلیق شده بود. همینطور آیین‌نامه کمیته انضباطی دانشجویان هم تغییر کرده و ابلاغ شده. برخی از آیین‌نامه هایی که مربوط به سختگیری بیشتر درباره پوشش دانشجویان بوده، از جمله آیین‌نامه های مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی هم در این باره ابلاغ شده و احضار دانشجویان، بازرسی خوابگاه ها، ممنوع ورود کردن تعدادی از دانشجویان و سختگیری در خوابگاه ها هم از اقدامات دیگری که انجام شده. از این جهت به هر حال حکومت میشه گفت که با آمادگی کامل تلاش کرده که مانع اعتراضات بشه و در این چند ماهی که دانشگاه تعطیل بودن تمهیدات گسترده ای را انجام داده که به هر حال بخش‌هایی از اون هم ممکنه که در آغاز سال تحصیلی مشاهده بشه که بخشی از اون در تعدادی از دانشگاه‌ها با اقداماتی که حراست‌ها انجام دادن مشخص شد. آقای مهرابی، با توجه به تجربه جنبش‌های دانشجویی طی این سال‌ها، آیا سرکوب‌ها، احضارها و بازداشت‌ها تونسته دانشگاه رو منفعل کنه و دانشجویان رو ساکت کنه؟ حالا دانشگاه ها از جمله نهادهایی بودن که میشه گفت بیشترین سرکوب را بعد از انقلاب 57 تجربه کردن، از موضوع انقلاب فرهنگی تا حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 78 و همینطور سال 88. و در هر اعتراضی اولین مجموعه‌ای که
نیروهای حکومتی و لباس شخصی حمله میکنن بهش دانشگاه بوده، اما با این حال به هر حال اعتراضات دانشجویی ادامه داشته همچنان و این موضوع به نهاد دانشگاه برمیگرده که به هر حال نهاد متفاوتی است. از این جهت هم حکومت تلاش میکنه که کلن ساختار نهاد دانشگاه را تغییر بده، یعنی اقداماتی که انجام میشه درباره وارد کردن اساتید بسیجی به دانشگاه ها یا اقدامات مشابه برای این هست که کلن اون ساختاری که قبلا در دانشگاه های ایران وجود داشته را تغییر بدن و به نوعی یک ساختار جدیدی را ایجاد بکنن که خب تاکنون به این شکل موفق نبود. سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین با ما. یک سال پس از کشته شدن مهسا امینی و شماری از معترضان، گزارش‌ها حاکی از جو امنیتی در برخی شهرها و جلوگیری از برگزاری مراسم کشته شدگان خیزش انقلابی حکایت دارد. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی طی روزهای اخیر دست کم در 19 شهر از جمله تهران، کرمانشاه، ارومیه، رشت و ایلام از برگزاری مراسم سالگرد معترضان جلوگیری کردند. تصاویری ببینیم از جو امنیتی در رشت و در نزدیکی مزار بهنام لایق‌پور. در ارومیه و همزمان با فرارسیدن سالگرد کشته شدن مهدی زاهدی، متین عبداللهپور، عبدالله محمدپور، دانش رهنما و پویا شیدا جو شدید امنیتی حاکم بود. در اسلام‌آباد غرب هم نیروهای حکومتی خیابان‌های این شهر را مسدود کردند و مردم پیاده به آرامستان رفتند. در رزوانشهر خانواده‌های فرزین لطفی و ساسان قربانی، در رشت خانواده محمد رسول مؤمنی زاده و در تالش خانواده مهراب دولت پناه با وجود فضای امنیتی بر سر مزار عزیزانشان حاضر شدند. جا فلام کوشی کرد کشام پرسی چی بگیریم ما همه در زندگی خود یک ژینا داریم. این صحبت‌های یک نماینده محافظه‌کار پارلمان کانادا بود چند روز پس از کشته شدن مهسا امینی. سپیدار ولیان در سالگرد کشته شدن مهسا امینی در دیداری با این نماینده مجلس کانادا درباره اهمیت این موضوع گفتگو کرد. We all have a Gina in our life. در اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دیدار تام کمیک، نماینده محافظه‌کار مجلس فدرال دولت کانادا رفتم. کسی که اولین بار از مهسا امینی در پارلمان کانادا یاد کرد
و در مورد اهمیت این موضوع با او گفتگو کردم. من دوستان ایرانی زیادی دارم که کرد، بلوچ و آذربایجانی هستند. وقتی این داستان را از دوستانم شنیدم که جینا مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز، چطور توسط ماموران رژیم کشته شد، خواستم رو در مجلس مطرح کنم، چرا که وقتی با دوستانم در این باره صحبت کردم متوجه شدم هر کدومشون تجربه های مشابه اتفاقی که برای مهسا امینی پیش اومد رو دارن، که یا با سپاه آزار دیده بودن یا با گشت ارشاد. میگفتن اینجور اتفاقات تو ایران زیاد میفته، پس هر کسی میتونه تجربه مهسا امینی رو تو ایران داشته باشه. همه میتونن درک کنن که چه اتفاقی برای مهسا امینی افتاد، کسی که توسط رژیم اذیت و آزار شد و بعد کشته شد. میخواستم این ارتباط رو گفته باشم. شما از جنبش زن زندگی آزادی حمایت کردید، آیا نتیجه مثبتی هم دریافت کردید؟ در مورد کشور کانادا، من اولین کسی بودم که توی مجلس عوام این موضوع رو مطرح کردم. گفتم دختر جوانی در ایران کشته شده و تظاهرات بزرگی داره انجام میشه. دولت لیبرال کانادا هیچ کاری نکرد، فقط بعد از 6 هفته اعلامیه منتشر کردن و بعد جریان رو محکوم کردن. اظهار نگرانی کرد، ولی این کار در مورد ایران فایده ای نداشت. دولت فعلی کانادا کار زیادی نکرده، خیلی در مورد تحریم اعضای رژیم کمکار بوده و آروم جلو رفته. آخرین چیزی که منتظر بودیم این دولت انجام بده اینه که سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده، طوری که اعضای سپاه نتونن وارد کانادا بشن. همه اعضای کنگره محافظه‌کار در 2018 بودن که رأی مثبت دادن. زنان در ایران خط مقدم جنبش زن زندگی آزادی هستند. دولت کانادا چه اقدامی برای حمایت از جنبش این زنان در ایران در نظر گرفته؟ The JCPOA should just be abandoned. It's a bad idea. It's a bad deal. You can't negotiate. برجام کاملا باید بسته بشه و کنار گذاشته بشه. ایده خیلی بدی هست. معامله بدی است. شما نمیتونید با تروریست مذاکره کنید. کاری که ما باید بکنیم اینه که این رژیم رو غیرقانونی کنیم. وقتی که رژیم افرادش رو میفرسته برای سازمان ملل، در مقابل مجمع عمومی بهشون اجازه صحبت کردن ندیم. دنیای این رژیم باید کوچیک و کوچیک‌تر بشه. شما اگه عضو سپاه هستید، یا اگه از ملاهای قوم یا یکی از امامایی هستی که اونجا تربیت شدید و به رژیم پیوستید، زندگیتون تو ایران خیلی خوبه، در رفاه زندگی میکنید. و سعی کنیم قوانین تغییر کنه که اعضای این رژیم نتونن وارد کشور ما بشن. جلوی انتقال پول رو بگیریم. وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار نگران کننده هست. کانادا چه اقداماتی میتونه برای کمک به این موضوع به ایرانیان داخل ایران داشته باشه؟ Because that's really the only way to help people on the ground. ما که اسلحه نمیفروشیم. این اعلامیه هم دردی رو دوا نمیکنه که جلوی خامنه‌ای رو بگیره. برای اینکه مردم کف خیابون رو حمایت کنیم، تنها راه اینه که نذاریم افراد اعضای خانواده این رژیم برای تعطیلات برن فرانسه و بتونن بچه‌هاشون رو بفرستن دانشگاه ما. باید دنیاشون رو کوچیک‌تر کنیم. مردم ایران باید صبور باشن. ما در کنار اونا هستیم. برای این انقلاب حمایت ما میتونه ممانعت از ورود افراد این رژیم به کشورمون باشه. این باعث یک ریزش داخل رژیم میشه که افراد رژیم تصمیم بگیرن که دیگه نمیخوان ادامه بدن. ممکنه در نسل‌های مختلف رهبری اختلاف بیفته و باعث بشه که ریزش در رژیم اتفاق بیفته. یک مسیری باشه برای اینکه اتفاق مهسا امینی تکرار نشه برای ایران آزاد. بر اساس گزارش‌ها زینب کاظمی روز 27 شهریور در تهران بازداشت شده است. خانم کاظمی سال گذشته در جلسه سازمان نظام مهندسی حجاب اجباری از سر برداشت و به همین دلیل به 74 ضرب شلاق محکوم شد. کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم گزارش داده مهراب فرساد مختاری معلم بازداشت شده است. گفته شده او روز چهارشنبه در خانه خود در نوشهر از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به ساری انتقال داده شده است. سازمان حقوق بشری هنگام هم از بازداشت دست کم 12 نفر دیگر در دیوان دره در 10 روز گذشته خبر داده. در این مدت آکو افراسیابی، علایالدین فتحی، سامان خالدیان، آرمان سهرابی، خسرو فتحی، نوید احمدی، ادریس درستکار، فرزاد شیری، عابد مرادی، آرمان مرادی، کوروش عبدی و امید کریمی بازداشت شدند.
سایت ارانا گزارش داده رضا نوروزی زندانی سیاسی پیشین با وجود گذشت 2 هفته از زمان بازداشت که در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود همچنان بلا تکلیف در حبس به سر می برد. او در اردیبهشت 1400 به همراه همسر و 2 فرزندش در میدان انقلاب تهران با سردادن شعارهای علیه نظام جمهوری اسلامی از مردم خواست تا به کارزار نه به جمهوری اسلامی بپیوندند و به همین دلیل بازداشت شد. عاطفه رنگریز نیز به زندان شاهرود منتقل شده. او که ساکن دامغان است 19 شهریور از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت و به اداره اطلاعات سمنان منتقل شده بود. همراه هستیم با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس. بسیار خوش آمدید آقای توفیقی. دلیل این حجم از دستگیری‌های گسترده، ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان انقلاب مهسا و تلاش برای ایجاد فضای ترس و رعب و وحشت از سوی حکومت چیست؟ ببینید، به نظر من 2 تا مسئله بسیار مهم برای جمهوری اسلامی در حال حاضر مطرح هستش. یکی این که نگذاره در داخل کشور مجدداً حسه های اعتراضی شکل بگیره. ما در اون نواری که از فرمانده سپاه همین 1-2 ماه پیش اومد بیرون گفته بود که اگر اعتراضات در نقطه شکل بگیره دیگه نمیشه کاریش کرد، با توجه به تجاربی که هست، نفرت افزوده‌ای که مردم پیدا کردن و به هر حال شرایطی که کشور با اون مواجه هستش. اما شاید از اون مهمتر در بحث داخل، اینها نگران از تبدیل شدن این آه و سوگ و ناله ها به یک جنبش اعتراضی طولانی مدت هستن. ببینید، ما در فرهنگمون یک خورده فرهنگ و یک بخش زیر فرهنگی وجود داره تحت عنوان سوگ، تحت عنوان یاد، و این خب عمق جان ایرانیان رو در تسخیر خودش داشته و در طول سده های مختلف مثلا مذهب تشیع از همین مسئله استفاده کرده و حتی میشه گفت روحانیون در سال 57 از این نقطه وارد شدند و به نوعی با تأکید و بزرگنمایی اون فرهنگ سوگ و یاد امام سوم شیعیان اون جنبش خودشون رو تشدید کردند و الان نگران بازتولید این موضوع در میان جامعه هستند. آه مظلوم در جامعه ما، مظلومینی که توسط جمهوری اسلامی کشته شد، میتونه تبدیل به یک آگاهی، تبدیل به یک موج اعتراضی بشه که خب مسئولین جمهوری اسلامی با این اقدامات فکر میکنن میتونن جلوی این رو بگیرن. البته کار بیهوده و عبثی است. اما در بعد خارجی هم این موضوع به نظر من براشون اهمیت داره. ببینید، در سفری که اخیراً رئیسی به در واقع برای سخنرانی در سازمان ملل به امریکا رفته بود، خیلی روی این نکته تأکید کرد. حتی در بازگشت هم گفتش که ما باید یک تصویر دیگه ای از جمهوری اسلامی به دنیا ارائه بدیم. اونها میخوان با بزک کردن آنچه که در طول 1 سال گذشته و حتی میشه گفت در 44 سال گذشته بر سر مردم ایران آوردند، مثلا یک جلوه دیگری از جمهوری اسلامی رو به نمایش بگذارن که مثلا به قول خودشون این چهره واقعی جمهوری اسلامی، در حالی که چهره واقعی جمهوری اسلامی رو امروز باید به گورستان‌ها مراجعه کرد و انسان‌های شریفی که در نتیجه ظلم و ستم جمهوری اسلامی در زیر خاک هستند و یا در زندان‌ها و همین اقداماتی که بر علیه دانشجویان و سایر اقشار کشور میکنه رو باید مورد تحلیل و بررسی قرار داد. آیا این جو سرکوب و ارعاب میتونه از موج دوباره اعتراض ها جلوگیری کنه و اساسا ایجاد فضای ترس تا کجا برای حکومت کارساز هست؟ من تصور نمی کنم که در دراز مدت این مسئله بتونه اون اهدافی رو که جمهوری اسلامی به دنبالش هستش برآورده بکنه. جمهوری اسلامی میخواد یک چهره بزک کرده از خودش به دنیا نشون بده که بله، مثلا ما یک کشور پیشرفته هستیم، ایده‌ای برای جایگزینی حالا به قول خودشون کشورهای غربی و امریکا که رو به افول هستن داریم. اما واقعیت ها و ناتوانی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی که در جای خودش هستش، اعتراضات معیشتی مردم، اعتراضاتی که مردم به وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خودشون در جامعه هستند در جای خودش که باقی هستش،
گیرم اینها تونستن مثلا با احضار دانشجویان، با احضار فعالین سیاسی، با بازداشت هایی که در طول این یک ماه گذشته بیش از 600 زن رو بازداشت کردن در روز گزارش ها. بعضی از گزارش ها این رو میگه که در روز 25 شهریور 600 زن در تهران بازداشت شده. خب اینها در کوتاه مدت شاید بتونه برای مثلا یک مقطع حالا مثلا چند هفته‌ای یا چند ماهه تا یک تغییر شکل و تغییر وضعیتی در این جنبش به وجود بیاد یک ممانعتی ایجاد بکنه. اما اگر واقعا این در واقع روش‌های پوسیده و کهنه میتونست جلوی اعتراض مردم، جلوی انقلاب مردم، جلوی خیزش عمومی اونها رو بگیره، الان نباید آخوندها بر سر کار میبودن. علت به وجود آورنده آنچه که ظلم‌های جمهوری اسلامی، ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی هستش در جای خودش باقی است. بنابراین حتی اگر اینها روی اون دستکش آهنینشون یک پوسته در واقع مخملین هم بکشن که مثلا به دنیا یک چیز دیگه‌ای رو ارائه بدن، اما با فریادها و آه و سوگ و ناله مادران، برادران و خواهران این کشته شدگان که دادخواه هستن چی کار میکنن؟ با اقشار مختلف، دانشجویان، کارگران، کارمندان، بازنشستگان که خواهان حق خودشون هستند، با ناکارآمدی جمهوری اسلامی چه میخواهند بکنن که من فکر میکنم از عهده مون بر نخواهند اومد. سپاسگزارم از شما. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما. امروز جمعه 31 شهریور، شهروندان معترض در زاهدان پس از نماز جمعه راهپیمایی کرده و شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند. ویدیوهای ارسال شده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که همزمان با راهپیمایی شهروندان پس از نماز جمعه، جو امنیتی سنگینی در زاهدان حاکم بوده. گفته می‌شود با نزدیک شدن به سالگرد جمعه خونین زاهدان، دستگاه‌های امنیتی تحرکاتشان را افزایش دادند. ایرانیان خارج از کشور همچنان برای رساندن صدای معترضان به گوش جهان تلاش می‌کنند. در بریتانیا گروهی از ایرانیان مقابل مرکز اسلامی منچستر تجمع کردند و خواستار بسته شدن این نهاد وابسته به جمهوری اسلامی شدند. در شهر زوریخ سوئیس هم تجمعی برای گرامی داشت یاد کشته شدگان خیزش انقلابی برگزار شد. از ایرانیان منچستر در ادامه تجمعات در مقابل مرکز اسلامی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی جمع شدیم تا بر خواسته خودمان بر تعطیلی دائمی این مراکز تاکید کنیم. امروز پنجشنبه 30 شهریور ماه جمعی از ایرانیان منچستر ما در مقابل مرکز اسلامی جمع شدیم تا به یاد شهدای ما نیکا شاکرمی و عزیزان دیگه سیاوش محمودی به یاد اونها مراسمی رو برگزار کنیم. خدیری پور، پیمان جاسمی، نوحک هاشمی، جبار فرخزاده، محسن محمدی، میلاد زاره، محمد حسن ترکمان، ابوالفضل مهدی پور، غزاله چلابی، عرفان رضایی.
وزارت خارجه آمریکا حمله یک عضو هیئت همراه ابراهیم رئیسی به خبرنگار ایران اینترنشنال در نیویورک را محکوم کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کشورش سرکوب خشونت‌آمیز آزادی رسانه را تحمل نخواهد کرد و گزارش‌ها در این مورد را بررسی می‌کند. او افزود گزارش‌ها درباره تهدید و حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال از سوی یکی از اعضای هیئت ایرانی را دیده‌ایم، رفتاری که غیر قابل پذیرش است. دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم آزار آشکار خبرنگاران در خاک ایالات متحده را محکوم کرد. صفحه رسمی این دفتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این رفتار غیر قابل قبول است. چهارشنبه شب یکی از اعضای هیئت همراه ابراهیم رئیسی به خبرنگار ایران اینترنشنال کیان امانی در حین تهیه گزارش حمله کرده بود. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار درباره واکنش آمریکا به حمله فیزیکی به یک خبرنگار در خاک این کشور میگوید. این چیزی که اساساً خیلی نامعموله، همین که می‌بینید همه رسانه‌ها توجهشون جلب شد، همه دارن راجبش حرف می‌زنن، یه پدیده واقعاً نامعمول هست. حتی در تیم‌های همین ریاست جمهوری خود جمهوری اسلامی هم شما به قیاس گذشته اگر نگاه بکنید کاریست نادر. در واقع تیم‌های قبلی ماموران امنیتی که داخلشون بودن کمتر از ماموران امنیتی مثلا دولت ابراهیم رئیسی نبودن یا همون جور بود داستان. منتها آدمایی که انتخاب می‌شدن سیاستی که تیم‌ها داشتن این بودش که با روزنامه‌نگارا درگیر نشن، بهشون توهین نکنن. تک و توک مواردی رو ما داریم، مثلا جواد لاریجانی موقعی که مسئول حقوق بشر در جمهوری اسلامی بود، این سفر خارجی می‌بود، همینجوری با خبرنگارای خارجی در واقع ایرانی تبارها حمله می‌کرد، یکی به دو می‌کرد، بهشون میگفت خائن، میگفت جاسوس. اون زمان اینترنشنال هنوز نبود، به خبرنگار بی بی سی همین حرفا رو می‌زد. تک و توک این از اون طرف اتفاق می‌افتاد. منتها این چیزی که الان شما از دولت رئیسی می‌بینید یک لشکرکشی کاملا آشکار علیه نهاد رسانه‌ها. مجموعه‌اش اصلا نفس اینکه یک آدم اطلاعاتی امنیت خشنی مثل مجتبی امینی رو شما بیارید، میگم کسی که از حمله به سفارت تا پرونده سازی و گاندو واسه افتخارش، تازه کسی مثل نقی پور شما بیارید، نفس آوردن اینها جزی از لشکرکشی است. بیرون آوردن با افتخار نشون دادنشون باز لشکرکشی است. از همین مهمتر اینکه اجازه به اینها دادن اینطوری تهاجمی حمله بکنن، این در واقع یعنی یک نوع حمله است به نهاد آزادی در آمریکا. فقط رسانه نیست، فقط اینترنشنال نیست، میدونید اینو حمله سازمان یافته به نهاد آزادی، نهاد رسانه در ایالات متحده آمریکا و حتی جهان غرب هست. تکرار میکنم، اگر دولت رئیسی میخواست مثل قبل رفتار بکنه، اینا رو توجیه میکرد. این حدی از آزادی که شما در اینا میبینید، حمله میکنن به روزنامه نگارا، فحش میدن، متلک میگن، این ماجرای دادزنا، هر جای ابراهیم رئیسی میخواست رد بشه یکی کاشته بودن اونجا داد بزنه که روزنامه نگارا نتونن بپرسن. به این کاملا یه پروسه، یه برنامه سناریو خنده‌دار در این حال، تحقیرآمیز در این حال، زشت و ترسناک برای حمله به نهاد آزادی در ایالات متحده آمریکا بود. این واقعا دستگلی بود که از ابراهیم رئیسی برمیومد. من موندم اونجا قوه عاقله اینها کجاست. اگر میخواستن حتی به نفع منافع خودشون کار کنن، سعی کردن ابراهیم رئیسی رو در قامت یک رهبر معرفی کنن، عکس نمازشبش رو تو هواپیما منتشر کردن. به نفع خودشون بود این کارا رو کثیف نکنن. من واقعا موندم قوه عاقلشون چی بود. منتها این چیزی که یقینا به شما میگم، این چیزی نبود که دو تا آدم تندروی دو تا اطلاعاتی قاطی کنن یا عصبانی بشن اوضاع دستشون در بره. سناریوی هماهنگ، برنامه هماهنگ تیم ابراهیم رئیسی تهاجم به روزنامه‌نگاران، تهاجم به آزادی بود. جمله آخرم، ابراهیم رئیسی در گفتگو با رسانه‌های خارجی شروع کرد بهشون حمله کردن. شما آیا از دولت آمریکا پرسیدید چرا سیاه‌پوست می‌کشن؟ شما آیا تا به حال این کار رو کردید؟ و یاران ابراهیم رئیسی در خیابون‌ها شروع کردن به خبرنگارا حمله فیزیکی کردن. برای شما با یک سناریوی تمام عیار مواجهید برای حمله به نهاد آزادی و روزنامه‌نگاری. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، پیشتر در گفتگویی با ایران اینترنشنال درباره سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک و همزمانی آن با آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران گفت: فکر میکنم که این نشانه خیلی بدیه که ما به آیت الله فرستادیم، این که داریم بهشون میگیم که احتمال بهبود رابطه با ایالات متحده خیلی واقعیه. تا همینجاش هم خیلی بد بود که ما تسلیم گروگانگیری اونها شدیم برای آزاد کردن گروگان هامون. $1.2 میلیارد برای هر نفر پرداخت کردیم، بعد رئیسی میاد به ایالات متحده، شورای روابط خارجی از او دعوت کرده انگار که رئیس یک
یک کشوری مثل هر کشور نرمال دیگری در جهان. در عمل بله فرش قرمز براشون پهن کردیم و طنز تلخ قضیه اینه که بعد میره پشت تریبون سازمان ملل و تهدید میکنه، میگه که خواهند رفت انتقام خواهند گرفت از کسانی که مقصر کشتن قاسم سلیمانی هستند. بنابراین واقعا دارن که دهنکجی میکنن به ایالات متحده و دولت بایدن در موضع ضعف هست و این نشون میده که چطور رژیم تهران به هر چیزی که میخواد میرسه. من فکر کنم این یک پیشینه خیلی بدی رو ایجاد میکنه. دولت ایالات متحده باید از هر تلاشی استفاده کنه، هر کاری بکنه برای آزاد کردن گروگان‌ها، اما نباید که به گروگانگیرها جایزه و پاداش بدن، چون در غیر این صورت شما در واقع دارید مشوق فراهم میکنید برای دیگران، گروه‌های تروریستی دیگه، کشورهای دیگه، بازیگران دیگه که بیان و گروگان بگیرن و اون وقت به منافع مورد نظر خودشون برسن. شما میتونید از دیپلماسی مؤثر استفاده کنید، از انتقام استفاده کنید، از قوه قهریه استفاده کنید، اما نباید استفاده بشه از شهروندان آمریکایی به این طریق. من نمیخوام که بی احترامی کرده باشم به مردم ایران، ولی واقعا این یک طنز تلخیه که حکومتی که از همون بدو تأسیس خودش سفارت آمریکا رو اشغال کرد، دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفت، همون رژیمی که الان با 6 میلیارد دلار ما بهش جایزه دادیم، واقعا غیر قابل تصوره و مضحکه. و خب این یک مسیر بسیار خطرناکه که دولت بایدن فراهم کرده، همین کار رو با روسیه هم کردن برای آزاد کردن بریتنی گراینر، بعد از طرف دیگر پول ویلن و گرشکوویچ رو پشت سر خودشون رها کردن، همچنان در حبس. و حالا خیلی از این کشورها میدونن که اگر گروگان آمریکایی بگیرن قیمتشون چقدره. در بخش دیگری از این گفتگو، جان بولتون درباره مذاکره با جمهوری اسلامی و رفتار جامعه جهانی با این رژیم میگوید. فکر میکنم که این یک اشتباه بزرگه. من فکر میکنم که همون توافق برجام 2015 هم یک اشتباه بزرگ بود و حکومت ایران آشکارا از همون ابتدا ازش تخطی کرد، اما کلن این توافق یک اشتباه بود. وقتی شما با یک رژیمی که در گذشته یک قصد استراتژیکی رو نشون داده برای رسیدن به سلاح‌های هسته‌ای، این امکان رو میدید که دسترسی داشته باشن به غنی‌سازی اورانیوم، در واقع دارید تضمین میکنید که یک برنامه سری تسلیحاتی به راه بندازن و تلاش کنن که از تخصصی که در حیطه راکتورها به دست آوردن استفاده کنن برای رسیدن به سلاح هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در حد تسلیحاتی. و خب ما میدونستیم که آیت الله در گذشته با کره شمالی همکاری کرده بودن در مورد یک راکتوری در صحرای سوریه برای اینکه پلوتونیوم تولید کنن و از این طریق به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، و حالا دارن در حیطه غنی‌سازی اورانیوم قدم برمی‌دارن. بنابراین یک اشتباه استراتژیک بزرگه و درسیه به همه کشورهای دیگر در منطقه که اگه از خودتون پشتکار لازم رو نشون بدید، در نهایت شما هم میتونید به سلاح هسته‌ای برسید. برای همین که خیلی مهمه که هر کشوری رو باید متوقف کنیم در این مسیر، وگرنه کشورهای دیگر، کشورهای عربی منطقه، ترکیه، اونها هم خواستار سلاح هسته‌ای خواهند شد و اونها هم تلاش خواهند کرد که از خودشون در برابر حکومت آیت الله ها به نحوی محافظت کنند. و عمدتاً، نه تماماً ولی عمدتاً، این مشکل به دلیل تصویر ضعیفی که دیگران از آمریکا شاهد هستند اتفاق افتاده. فکر می‌کنم این یک اشتباه فاجعه بار بوده و البته این اشتباه رو میشه تصحیح کرد اگر که یک رئیس جمهور مسئول در آمریکا بر سر کار بیاد، ولی خب هنوز در این باره نمیتونیم با اطمینان اظهار نظر کنیم. میبینیم که ایران همچنان به حمایت خودش به عنوان یک حکومت حامی تروریسم از گروه‌های تروریستی ادامه میده در سراسر جهان.
و در منطقه، و این نشون میده که اینها همچنان تهدیدی هستند علیه صلح و ثبات بین المللی و شما نمیتونید با همچین رژیمی مماشات کنید. من خودم در زمانی که سفیر آمریکا در سازمان ملل بودم چند تا حرکت غیر دیپلماتیک ازم سر زده، بنابراین نمیخوام کسی رو سرزنش کنم، ولی خب این نماد دیگری هست از ریاکاری و ناکارآمدی در سازمان ملل، حالا دیکتاتوری باشه از چین یا کوبا یا ایران، سازمانی که در پایان جنگ جهانی دوم تأسیس شد دقیقاً برای اینکه پیشگیری کنه از چنین پدیده‌هایی. حالا از همون ابتدا می‌بینیم که کاملاً شکست خورده در رسیدن به این هدف خودش و میاد ازش سوء استفاده میشه از جانب همون کسانی که دشمنان صلح و دموکراسی هستند. در ایران رسانه‌های حکومتی از سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه به سوریه خبر دادند. به گفته این رسانه‌ها او قرار است در این سفر ضمن دیدار با برخی از مقامات سیاسی و نظامی سوریه در مانور نظامی مشترک ایران و سوریه شرکت کند. او حضورش در سوریه را در راستای روابط راهبردی و عمیق ایران و سوریه دانست. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران با انتشار ویدیوهایی از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یک انبار نظامی وابسته به وزارت دفاع در شمال شرق تهران خبر دادند. گفته می‌شود این آتش‌سوزی در یکی از انبارهای مربوط به باتری‌سازی وابسته به سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع رخ داده که نیروهای آتش‌نشانی موفق به اطفای حریق شدند. وزارت دفاع در یک گزارش کوتاه در شبکه ایکس این محل را یک انبار پلاستیک مربوط به بخش باتری سازی سازمان توسعه منابع انرژی وابسته به وزارت دفاع اعلام کرده. پیشتر مقامات وزارت دفاع تبدیل این سازمان به یکی از ارکان مهم صنعتی در وزارت دفاع را قرار گرفتن کشور در لبه فناوری جهانی و عامل مهمی در ارتقای صنایع دفاعی ایران خوانده بودند. آتش سوزی در اماکن نظامی ایران در سالهای اخیر رو به افزایش بوده. نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور به هیچ نحوی اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. بنیامین نتانیاهو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درباره دیدارش با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک نگرانی مشترک است. Nice meeting you. Thank you so very much. Yes, yeah, sure. I have a question, sir, about Iran. So you talked to Mr. Biden. Joe Biden, رئیس جمهور آمریکا ملاقات داشتیم. محتوای صحبت‌های شما چی بود؟ این یک نگرانی مشترکه. اینکه رژیم آیت الله به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، تعرضشون در خاورمیانه، تروریسمی که در جهان پخش می‌کنن. این نباید نگرانی فقط اسرائیل و آمریکا باشه، باید نگرانی همه کشورهای متمدن باشه. The next step for you, sir. در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چی صحبت شد؟ نیوکلیر پروگرام. ما متعهد هستیم که مانع از این بشیم که به سلاح هسته‌ای برسن و همچنین مانع از دیگر اشکال تعرض اونها بشیم و ما همچنین حمایت میکنیم از زنان و مردان شجاع ایران برای اینکه اونها شرکای ما در آینده هستند. اگر جمهوری اسلامی به خواستای شما و درخواستای جامعه جهانی توجهی نداشته باشد، گام بعدی شما چیست؟ که مانعشون بشیم و که کارهای بدی بکنن. مثلا چی کار مشخصی؟ خب این چیزی که در محافل دیگر خواهم گفت، نمیتونم حتی به ایران اینترنشنال بگم. آیا شما برنامه حمله نظامی به ایران را دارید؟ حتی به ایران اینترنشنال نمیتونم اینو بگم. متشکرم. وزیر خارجه اسرائیل گفته جزئیات مورد توافق عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی احتمالاً در سه‌ماهه نخست سال آینده میلادی نهایی می‌شود. الی کوهن به رادیو ارتش اسرائیل گفته شکاف‌ها را می‌توان پر کرد. طول می‌کشد اما پیشرفت وجود دارد. دولت بایدن امیدوار است بتواند پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان اسرائیل و عربستان سعودی صلح برقرار کند تا از امتیاز آن در انتخابات استفاده کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پیشتر در گفتگو با فاکس نیوز در مورد عادی‌سازی روابط با اسرائیل گفته بود برای ما مسائل فلسطین بسیار مهم است و باید آنها را حل و فصل کنیم. او در پاسخ به سوال خبرنگار فاکس نیوز که رسیدن به این توافق را در چه مرحله ای می‌داند تاکید کرده بود هر روز به توافق نزدیک‌تر می‌شویم.
اما پس از دیدار رجب طیب اردوغان و بنیامین نتانیاهو در نیویورک، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد به زودی به اسرائیل سفر خواهد کرد. اردوغان در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همکاری با اسرائیل در زمینه حفاری انرژی و راه اندازی خطوط انتقال انرژی به اروپا در اولویت دیدار او خواهد بود. اردوغان همچنین اقامه نماز در مسجد الاقصا را هیجان انگیز توصیف کرد. در این ارتباط همراه هستیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. فرزیا، با توجه به اظهار نظرها به نظر میاد که روابط ترکیه و اسرائیل بعد از اولین دیدار اردوغان و نتانیاهو بهبود پیدا کنه. چشم‌انداز این روابط بر اساس صحبت‌های مقامات دو کشور رو چطور می‌بینی؟ خب اردوغان در خانه چوک در نیویورک طی یک هفته گذشته میزبان بیش از 15 رهبر و هیئت از آسیا، اروپا و آمریکا بود، اما مهمترین اونها دیدار او با نتانیاهو بود که برای اولین بار اتفاق میافتاد. میدونیم که هر دو طی سالهای گذشته رهبری رو در کشورهاشون به نوعی در دست داشتن، اما روابط پرتنش بین اسرائیل و ترکیه مانعی شده بود که نتانیاهو و اردوغان دیداری رو داشته باشن. بر اساس صحبتی که اردوغان در دیدار با خبرنگاران در پایان سفرش داشت، اعلام کردش که او از نتانیاهو دعوت کرده که در خانه ترک اولین ملاقات رو داشته باشن و در ادامه هم اردوغان با هیئتی به اسرائیل سفر خواهد کرد. او در جمع یهودیان آمریکا هم به این موضوع اشاره کردش که بسیار هیجان زده هستش که به مسجد الاقصا بره و در اونجا اقامه نماز داشته باشه و او این رو یک حق مسلمانی دونسته بود، در کنار اینکه به موضوع یهودی ستیزی و اسلام حراسی هم اشاره کرد و از یهودیان آمریکا خواستش که در این زمینه روابط ترکیه با آمریکا رو بهبود بدن. اما موضوع اصلی موضوع روابط ترکیه و اسرائیل هستش. اردوغان در صحبت‌های خودش به این موضوع پرداخته که اولویت او همکاری با اسرائیل در زمینه حفاری انرژی و راه اندازی خطوط انرژی هستش. این مسئله‌ای هستش که خب در زمینه بهبود روابط ترکیه و اسرائیل همیشه مطرح بوده و اردوغان اولویت رو بر این موضوع قرار داده. اما مسئله بهبود روابط اسرائیل و عربستان سعودی هم در این زمینه از اهمیت زیادی برخورداره. باید به این نکته اشاره بکنم که دیدار اردوغان و نتانیاهو بعد از این اتفاق افتاد که اردوغان استقبال کرد از بهبود روابط ترکیه و عربستان سعودی، در کنار اینکه خب ترکیه تونسته طی سالهای گذشته روابطش با عربستان سعودی رو بهبود بده و میزان زیادی سرمایه گذاری از عربستان و سعودی رو جذب بکنه و حالا میخواد نقشی رو ایفا بکنه در بهبود روابط اسرائیل و عربستان سعودی و در این زمینه هم استقبال میکنه از بهبود روابط، چرا که همه این مسائل خب نقش زیادی برای آینده ترکیه داره به زعم اردوغان، چرا که او میخواد که ترکیه رو به یک هاب انرژی تبدیل بکنه. با روسیه در این زمینه روابطش رو داره تحکیم میکنه. او در صحبتش با خبرنگاران به این موضوع هم اشاره کردش که روابطش با روسیه رو حفظ خواهد کرد، چون تبدیل شدن تراکیه در غرب ترکیه به هاب انرژی برای ترکیه از اهمیت زیادی برخورداره. در همین راستا هم روابطش با اسرائیل رو میشه گفتش که بهبود خواهد داد و موضوع حفاری هایی که در مدیترانه شرقی وجود داره با همکاری اسرائیل از اهمیت زیادی برای ترکیه برخورداره، در کنار اینکه ترکیه میدونیم که طی ماه‌های گذشته در زمینه بهبود روابط با مصر هم قدم‌هایی رو برداشته و در کل استراتژی و دیپلماسی ترکیه در این راستا هستش که روابطش با کشورهای منطقه رو بهبود بده. ممنونم از توضیحات همکارم فرزی و ثابتی از آنکارا با ما. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و اولینا زلنسکا، بانوی اول این کشور، بعد از واشنگتن به کانادا رفتند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، با همسرش در فرودگاه اتاوا از زلنسکی و همراهانش استقبال کردند. دفتر نخست وزیری کانادا در بیانیه اعلام کرد زلنسکی با جاستین ترودو دیدار می‌کند و در پارلمان این کشور نیز سخنرانی خواهد کرد. زلنسکی همچنین با شماری از بازرگانان برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اوکراین به تورنتو خواهد رفت. یک مقام کانادایی به رویترز تایید کرده که کانادا در اولین سفر زلنسکی به کانادا کمک‌های تسلیحاتی تازه را به کیف اعلام خواهد کرد. جوان سال جاری میلادی، جاستین ترودو به کیف رفت و با زلنسکی و اعضای پارلمان اوکراین دیدار کرد.
اما همونطور که در بخش‌های مختلف خبری مشاهده کردید، ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش خبری ایران اینترنشنال است. شما میتونید ویدیوها و پیام‌های صوتی خودتون رو به ما در تلگرام و واتساپ با شماره‌ای که بر صفحه تلویزیون می‌بینید ارسال کنید. ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا بخش بعدی خبر، شب روز شما خوش.